خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم با برنامه دیگر با عنوان بازشناسی باورها از شبکه تلویزیونی پارس در خدمت شما. بحث امروزمون ادامه بحث ناتمام برنامه روز سه‌شنبه هست، جایی که به ساختار و ویژگی‌های حکومت‌های ایران پرداختیم به مناسبت اینکه این حکومت ها هم تا حدود زیادی بنا به دلایل و مسائل خاص این حکومت ها مانعی بودند برای رسیدن ما به کاروان مدرنیته و مدرنیزاسیون، یعنی آن چیزی که به عنوان ارزش های امروزی میتونه برای ما مهم باشه. در برنامه گذشته نکاتی رو عرض کردیم، از جمله تقدس حاکمان که همیشه در درون ساختار ذهنی و فکری مردم ایران حاکمان یا برگزیدگان خدا بودند یا نمایندگان او یا دارای فره ایزدی بودند، ویژگی های خاصی داشتند که ما مردم نمی توانستیم هماورد آنها باشیم، با آنها یکسان باشیم، دارای ویژگی و خصائص مشترک باشیم و حق حکومت آنها همیشه به رسمیت شناخته شده بود و از حاکمان به اعقاب اونها میرسید. دومین مسئله ای که ما در برنامه گذشته طرح کردیم در کنار تقدس حاکمان تقدس احکام بود، یعنی نه تنها شخص حاکم مقدس بود بلکه احکام او هم دارای ویژگی های مقدس بود، در اون نمیشد چون و چرا کرد، حکم او هر چه بود بایستی انجام میشد، چه جان ستاندن بود، چه مصادره اموال بود، چه تهاجم به سرزمین های دیگر بود و یا هر نوع تعذیر یا شکنجه یا هر نوع مؤلفه غیر انسان. وقتی این احکام جنبه قدسی هم گرفت، یعنی با ورود اسلام آرام آرام احکامی که در درون جامعه به عنوان دستورات چه سیاسی چه مدنی چه اجتماعی بود جنبه قدسی گرفت، چون از اراده خداوند ناشی شد، بنابراین اراده خداوند هرچه بود میبایستی توسط مجریان اون مو به مو طابق و نعل به نعل اجرا بشه و خب در این بستر بشر انسان حقی نداره که بخواد سرنوشت خودش رو تعیین بکنه، بلکه باید مؤمنانه در خدمت اجرای اون احکام اوامر و نواهی بشه. به این مسئله رسیدیم که در کنار این احکام قدسی ساختارهایی هم ایجاد شد، یا حاکمان بسته به موضوع توانستن نهادها و ساختارهایی رو اگر هم ساخته شده بود به خدمت خودشون بگیرن، چون احساس اونها این بود که از این نهادها و این ساختارها بهتر میتوانن حکومت خودشون رو بر مردم تحمیل کنن. یکی از اونها که اشاره کردیم دانش بود، یعنی جایی که حاکمان احساس کردن فقط نمیشه با شمشیر بر مردم حکومت کرد، بلکه باید یک نوع رضایت کاذب برای مردم ایجاد بشه که مطیع اوامر حاکم باشن، چه حکومت او رو مشروع بدونن چه اوامر و نواهی او رو دارای یک مقبولیت و مشروعیت باشه. بنابراین سعی کردن مدارس و حوزه های خاص خودشون رو ایجاد کنن، یعنی اگر حاکمان دینی بودن از زمان خلفا گرفته به بعد سعی میشد مدارس علمیه ایجاد بشه با نام های مختلف، یک روز جامعه الازهر مصر بود برای فاطمیون مصر، یک روز مدارس نظامیه بود در بغداد برای سلجوقیان، روز دیگر حوزه علمیه نجف برای آل بویه، سپس حوزه علمیه اصفهان برای صفویه و بعد هم در دوران قاجار به بعد شما دیدید حوزه علمیه قم نقش بسیار مهمی بازی کرد در ساختن کادرهای آموزشی و اداری برای یک حکومت دیگر. بنابراین در دوران رژیم گذشته دولت احساس کرد برای رسیدن به مرزهای مدرنیته و مدرنیزاسیون
یا بهتر بگوییم مدرنیسم نیاز هست دانش‌های جدیدی وارد بشه، دانشگاه های ایجاد شد، مدارس جدید ایجاد شد، بر اون اهتمام و همت گماشته شد و ما دیدیم روحانیت یکی از کسانی بود که با این تدبیر مخالف بود. دلیلش هم واضحه، آموزش عالی به سبک آنچه که بتواند دانشجویان رو با مفاهیم مدرن آشنا بکنه مطلوب به یک پایگاه سنتی مثل روحانیت نیست که روزگاری دانش رو در اختیار داشت و از قبل اون بود که احکام صادر میکرد، به نوعی یک قوه قضاییه عرفی رو هم اداره میکرد. در کنار دانش که مسئله مهمی بود، مسئله ارتش هم اهمیت پیدا کرد. شما میدانید یگانه نیرویی که همیشه به حاکمان کمک کرده تا قدرت خودشون رو، سلطه خودشون رو بر جامعه حاکم جاری و ساری بکنن، نیرو و قوای نظامی است. به همین دلیل است که بسیاری از دیکتاتورها، مستبدان و افرادی که میخوان قوام و دوام حکومتشون رو داشته باشن، به آن چیزی که احتیاج دارن ارتش به عنوان نیروی خاص خودشون، و خب سعی میکنن بر سلسله مراتب ارتش نظارت بکنن، اطمینان حاصل بکنن که آن سپه بود، ارتش بود، آن نظامی کسی است که سر در فرمان او داره. گاهی وقتی نظام ها ایدئولوژیک میشوند مثل جمهوری اسلامی، ساخت ارتش باید بر اساس یک مکتب خاصی هم باشه که به او میگویند سپاه یا ارتش مکتبی، که بنابر آن اصولی که حاکم سعی میکنه جاری و ساری بکنه، این ارتش مخلصانه در خدمت اونها قرار بگیره. دیگر منبعی که اهمیت داره منابع مالی هست، یعنی جایی که حکومت ها اگر دارای منابع مالی نباشن قدرت ضعیفی دارن، توانایی این رو ندارن که سربازان خودشون نیروهای خاص جامعه رو هدایت بکنن. بنابراین منابع مالی یکی از مهمترین این منابع بود. در دوران قاجار به دلیل نبود یک دولت مدرن، عملا نهاد سلطنت یا پادشاهی یا دربار دچار مشکل بود. ما نمونه های زیادی رو داریم که پادشاهان قاجار مجبور بودن حتی برای درمان یا مسافرت خودشون دست به استقراض بزنن از بانک های انگلیسی یا بانک های روسی، و خب طبیعتا نیاز بود بازپرداخت وام و بهره اونها بخشی از منابع کشور رو هم به باد بده. با آمدن نفت، مؤلفه بسیار مهم، دولت ها سعی کردند از این مواهبی که به واسطه تولید به دست نمی آید بلکه حاصل یک رانت است، یک محصول بادآورده، تا حدود زیادی از دست مردم خلاص بشوند، یعنی نیاز به مالیات مردم نداشته باشند. و خب این مشکلات بزرگی برای مردم ایجاد کرد. دولتی که دستش جلوی مردم دراز نباشه یا به مردم نیاز نداشته باشه، طبیعیه از قبل درآمد خودش به مردم پاسخگو هم نخواهد بود. کما اینکه شرکت ملی نفت ایران در گذشته هم همین بود. امروزه هم وزارتخونه های مثل وزارت نفت هیچ گزارش روشن و شفافی ارائه نمی کنند که این پول ها از کجا به دست میاد و به کجا میره، و عملا همچون نیازی به مالیات های مردم ندارند، اهمیتی هم به کسب و کار مردم نمیدن که مردم درآمد خوبی داشته باشن و بخوان به اونها مالیات بدن. حکومت های رانتی حکومت هایی هستند که کمترین میزان مشارکت رو از مردم طلب میکنن، به دنبال کمترین ایجاد رضایت در مردم هستند، چون کاملا مستقلن و در نتیجه میتوانند از قبل اون پول یا دست به تولید آن چیزی که خودشون و مطلوب خودشون هست بزنن، مثل آنچه که در صنایع نظامی در حال رخ دادنه، یا دست به اجیر کردن نیروهای مزدور بزنن، آن چیزی که شما در جمهوری اسلامی میبینید، کمک هایی که به حزب الله لبنان یا گروه های دیگر انجام میشه در همین راستاست که اگر بعد در بست ایدئولوژی شیعی بتونن به اونها کمک بکنن که در برابر رژیم های منطقه بایستن و امتیاز بگیرن، مثلا در برابر اسرائیل بخوایم حماس یا حزب الله رو داشته باشیم، در برابر عربستان سعودی نیاز هست حوثی های یمن رو داشته باشیم یا گروه های دیگه، اینها از قبل همین پول هایی است که به سمت اونها میره. اینکه آیا این پول ها با موافقت مردمه، آیا در راستای منافع ملی است، خب حکومت ها نیازی به پاسخگویی ندیدن. این منابع مالی سبب شده که حاکمان بتونن سلطه و استیلای خودشون رو در درون جامعه ایجاد کنن. نکته دیگر رسانه ها هستن، چیزی که دیکتاتورها به راحتی توانستن از اون بهره برداری بکنن. نقش رسانه ها
از 60-70 سال قبل خیلی برجسته شد، به خصوص با برآمدن حزب ناسیونال سوسیالیسم کارگری یا حزب نازی در آلمان. اهمیت مسائل تبلیغی خیلی برجسته شد و بعدها در جنگ سرد مسائل تبلیغاتی دو جناح قدرتمند امریکا و شوروی رو در برابر هم قرار داد و اون نقش رسانه‌ها و تبلیغات بسیار برجسته بود. امروزه هم نظام‌های حکومتی سعی می‌کنن رادیو و تلویزیون رو در اختیار خودشون بگیرن، چون یگانه مرجع خبره، یگانه مرجع اطلاع رسانی است. و وقتی اون کانال‌ها در اختیار حاکمان بود، هرچه می‌خواستند به عنوان اخبار یا آگاهی به سمع و نظر مردم می‌رساندن. خب رسانه‌هایی هم وجود نداشت، این تکنولوژی نبود. دسترسی مردم به اخبار محدود به چند شبکه‌ای بود که رئیس اون رو هم شخص حاکم تعیین می‌کرد. بنابراین میشد افکار عمومی رو به هر سمتی که حاکم می‌خواد هدایت کرد و ما این رو عملاً در دو سه دهه قبل میتونیم به راحتی ببینیم که چگونه این رسانه ها موجی ایجاد میکردن که بتونه مردم رو به سمت سوی ببره که اونها میخوان. نکته دیگر ساختارها و نهادهایی بودن که حکومت ها ایجاد میکرد. همین بحث تبلیغاتی که من عرض کردم، خب نیاز هست که شما یک رادیو و تلویزیون داشته باشید. برای همین نیاز هست سازمانی داشته باشید که سازمان صدا و سیما باشه، که از قبل اون کادرها و نیروهای متخصص خودتون رو پرورش بدید، مجریانی از فیلترهای خاصی عبور بکنن، کارشناسانی در حوزه تبلیغات دارای یک برجستگی و خبرگی خاصی باشن که بتونن افکار عمومی رو هدایت کنن. همین موضوع در مورد قوای نظامی هم هست. ما در زمان قاجار قوای نظامی مشخصی نداشتیم. سران ایلات و عشایر اگر زمانی جنگ بود، عده نیرو رو به حکومت و به مقر حکومت اعزام میکردن که به سرحدات بفرستن برای جنگ. از دوران رضاشاه ما صاحب ارتش شدیم، یک ارتش مدرن که پایه های اون گذاشته شد. خب این نیاز به سازمان داره و حکومت ها سعی کردن این سازمان ها رو گسترش بدن. اینکه این سازمان ها چه اندازه در خدمت مردم است یا در خدمت حاکم داستان دیگری است، اما از قبل نوع ایجاد یک سازمان شما میبینید اهداف زیادی مطمع نظر حاکمان. عرض کردم در گذشته بحث قانون به عنوان یکی از مهمترین مسائل مطرح بوده، حکومت قانون. با اینکه دیکتاتورها و مستبدان و حکام خودکامه هیچ وقت دوست نداشتند تحت قانونی زندگی بکنن و خود رو مقید بکنن که به مردم پاسخگو باشن، سعی کردن قوانین اساسی و قوانین موضوعه رو به سمت و سوی ببرن که قانون چیزی نباشد جز امیال اونها، جز نیات اون، اما صورت و شکل زیبای قانون به او بدن، بگن طبق قانون اساسی رفتار میکنه. اما محتوای اون قانون اساسی چه هست مسئله است علاهده، مسئله است جدا. اینکه آیا اون قانون اساسی واقعا تمایل و نیات مردمه یا نه مطالبات حاکمه که جنبه قانونی به خود گرفت. و بعد از قبل اون سازمان های ایجاد شد، نهادهای ایجاد شد، ساختارهای ایجاد شد، قوه قضاییه ایجاد شد، برای تهیه و تدوین قانون مجلس به رسمیت شناخته شد. اما در نظام های خودکامه و به خصوص نظام هایی که در کشور ما بود، مجلس فاقد محتوا بود، شکل داشت، یک ساختمانی بود، افرادی می آمدن در آنجا بر روی صندلی ها می نشستن، بعضا هم انتخاباتی هم صورت می گرفت، اما هیچ کدام از آنها موضوعیت نداشت. نه انتخابات انتخابات بود، نه قوانین قوانین منبعث از اراده مردم بود، و نه نیت اون نمایندگان این بود که بخواهن قدرت خودکامه یا حاکم رو محدود بود. به همین دلیلی که مجالس ما جز دوره های بسیار کوتاه و محدود هیچ کدام ملی نبودن. از ابتدای مشروطه گرفته که اصناف و نمایندگان و گروههایی به عنوان نماینده مردم بودند، مثلا صنف تجار، کسبه، شاهزادگان و دربار، روحانیون و گروههای دیگر بودند، تا امروز عملا ما از مجلسی که صد و اندی سال وجود داره چیزی ندیدیم جز آنچه که تمایلات هیئت حاکمه در اون بوده. و امروز هم مبارزه مردم ایران برای این است که قوانینی که در مجلس
تدوین میشه هیچ کدوم با روحیات و ارزش‌ها و مطالبات مردم ما همخوانی نداره. در کنار این، فرهنگ سیاسی حاکمان و نخبگان و مردم هم اهمیت داشته. یعنی از قبل این ساختارهای سنتی، مذهبی و حکومتی ما صاحب یک فرهنگ سیاسی هم میشه. خب فرهنگ سیاسی چه میتواند باشد؟ فرهنگ سیاسی در واقع نگرش های ما به پدیده های سیاسی است، چه این نگرش ها مثبت باشه یا منفی باشه، و این نگرش ها در ذهن ما در خلأ ایجاد نشد. یعنی ما فرهنگ سیاسی خودمون مثل یک ظرفی است که در درون اون ظرف سنت وجود داره، مذهب وجود داره، ادبیات وجود داره، هنر وجود داره، اخلاق وجود داره و بسیاری از مؤلفه های فرهنگ ساز وجود داره. و خب این فرهنگ سیاسی زیر مجموعه است از یک فرهنگ اجتماعی. این فرهنگ سیاسی از چه طریق به ما رسیده؟ از طریق خانواده، محل تولد ما، خانه‌ای که در اون به دنیا میاد. خب نگاه میکنیم پدر ما چگونه رفتار میکنه در خانه، مادر ما چگونه اطاعت میکنه، روابط همسایگان با هم بر چه اساسی است، روابط این مردم با حکومت بر چه اساسی است، پدر من در برابر کدخدای محل چگونه کرنش میکنه، در برابر نماینده مجلس چگونه احترام میکنه، وقتی یک روحانی از سر گذر ما عبور میکنه مردم با او به چه دیدی نگاه میکنه، این برگرفته از چه چیزی است. این احترام داشتن به یک شخص، یک ارزش، یک مؤلفه، یک نقش، با اینکه همان نقش، همان ارزش، همان شخص رو در جای دیگری فاقد موضوعیت بدانیم از چیست؟ اگر به 4 دهه یا 5 دهه قبل گذری بزنیم، روحانیت رو میبینیم دارای یک مقام معنوی شناخته میشه، یک احترامی داشت، با اینکه تازه از حوزه علمیه تحصیلات خودش رو تمام کرده و طلبه شده، اما بزرگان محل برای او احترام قائل. چه چیزی سبب شد که بعد از 4 یا 5 دهه امروز مردم شعار میدهند که آخوند برو گم شو؟ چه چیزی سبب شده که فرهنگ اجتماعی و سیاسی مردم دیگر روحانیت رو فاقد ارزش بدون، لباس روحانیت رو فاقد محتوا بدون؟ اگر به 4 دهه قبل بروید شاید خیلی از افراد بودند که لباس روحانیت رو میبوسید، اما امروز عمامه روحانیت رو پرت میکنه. بنابراین فرهنگ سیاسی با اینکه یک امر سیالی است، اما در جامعه پذیر کردن مردم بسیار مهمه. خانواده اولین محیط، محیط بعدی مدرسه است، دانشگاه است که شما در آنجا علم میآموزید، رفتار اندیشمندان و نخبگان رو میبینید، رفتار بزرگان رو میبینید، با آداب و رسوم و اخلاق و ارزش‌های سرزمین‌های دیگه آشنا میشید و از قبل اون آشنایی است که روابط خودتون رو در جامعه تنظیم میکنید، نگرش شما نسبت به یک پدیده مثبت میشه یا منفی میشه. این حاصل ورود اندیشه هاست، آگاهی‌های جدید، و این آگاهی‌ها در مدارس آغاز میشه تا به سطح آموزش عالی میرسه. اینکه معلمان ما با ما چگونه برخورد می‌کنند، چگونه به حکومت نگاه می‌کنند، چگونه به اطرافیان نگاه می‌کنند، ناظمان ما چگونه برخورد می‌کنند، مدیران ما چگونه برخورد می‌کنند، همه اینها مؤلفه‌های بسیار پر اهمیت در بحث فرهنگ سیاسی است. دیگر مسئله محیط کاره، جایی که هر کسی بسته به شغلش مشغول کاره، چه ارتباطی با کارفرمای خودش داره، چه اندازه سعی میکنه محصول خوب تولید بکنه، چه اندازه نسبت به کار خودش احساس مسئولیت داره. همین کارگر، همین کارمند بعدها وارد نظام اداری میشه، چه بسا نماینده مجلس میشه. خب با کدوم فرهنگ کار میکنه؟ اگر فرهنگ کاری او این باشد که از زیر کار باید در رفت، زرنگ بود، رشوه گرفت، کار مردم رو راه نینداخت، جوری با مردم صحبت کرد که انگار حاکم بر اونها هستن، خب طبیعی است وقتی نماینده مجلس هم بشه دست به رشوه گیری میزه. عدم مسئولیت پذیری خود.
به دنبال منافع و مطامع خودش. و اگر به ریاست جمهوری یا نخست وزیری یا پادشاهی یا به هر عنوان بالاتری هم برسه، همون فرهنگ رو با خودش خواهد. و اینکه فرهنگ ها تغییر میکنه، اما تا زمانی که مؤلفه های جدید وارد این فرهنگ سیاسی ما و فرهنگ اجتماعی و مدنی ما نشه، این کار دشواره. دیگر محیطی که برای ما فرهنگ تولید میکنه همین رسانه ها هست. همین رسانه هایی که ما داریم میبینیم امروز جوانان ما چگونه نسبت به پدیده های اجتماعی نگاه، نوع پوشششون چگونه است، نوع موسیقی های مورد علاقه شون چگونه است، آموزش سیاسی در کشورهای دیگر، مناظره ها و گفتگوهایی که در میان احزاب و رؤسای جمهور یا کاندیداهای گروه های مختلف شکل میگیره چگونه است. اینها به درون جامعه میرسه، فرهنگ مدنی و اجتماعی ما رو شکل میده. این گسست نسلی که ما با اون مواجه هستیم که امروزی یک پدری فرزند خودش رو درک نمیکنه و فرزند هم پدر رو درک نمیکنه، حاصل همین مسئله است. اینکه دختری مادر خودش رو با اون ارزش ها و با اون معیار ها نمیپذیره و مادر هم رفتار و کردار کودک و نوجوان خودش رو نمیپذیره، حاصل ورود مؤلفه های فرهنگساز جدیده که یک درهم تنیدگی رو ایجاد کرد بین مؤلفه های سنتی قدیمی که در محیط های بسته قابل حفاظت بود، اما امروزه به خاطر جهانی شدن دیگر قابل حفظ و حراست و کنترل نیست. مؤلفه دیگری که فرهنگساز هست احزاب و گروه های سیاسی هست، به خصوص در بعد فرهنگ سیاسی. یکی از کارویژه های احزاب این است که بتوانند در تقابل گفتمانی با احزاب رقیب سطح آگاهی های جامعه رو افزایش بدن. در جامعه‌ای که تک حزبی است عقلانیت به وجود نمیاد، چون تضارب و آرا شکل نمیگیره. که ببینیم نقطه قوت ایدئولوژی یا برنامه های حزب الف چیست و نقاط ضعفش کجاست. این زمانی به وجود میاد که احزاب متنوعی در درون کشورها وجود داشته باشه. احزاب سیاسی سعی میکنن سطح گفتمان و در نهایت فرهنگ سیاسی جامعه رو افزایش بدن، از قبل آموزش ها، میتینگ ها، مناظره ها، برنامه ها، تبیین اون دیدگاه های اجرایی. این درسته که احزاب به دنبال کسب قدرت هن. اما قدرت بر پایه کسب منابع انسانی است. شما تا زمانی که منابع انسانی رو کسب نکنید قدرت نخواهید داشت. یک حزب سیاسی قدرتش رو از مردم میگیره و مردمی که در پای صندوق های رأی به اون حزب رأی خواهند. طبیعی است که اون حزب برای اینکه بتونه رأی بگیره، نظر مردم رو جلب کنه تا به قدرت برسه، باید تبیین برنامه‌های خودش رو انجام بده. در پی این تبلیغات و تبیین مطالب هست که گروه های دیگر هم شما رو به نقد میکشن و سطح آگاهی جامعه افزایش پیدا می‌کنه. یکی دیگر از کارکردهای احزاب ساخت کادرهای رهبری آینده است. فرض کنید حزب الف در انتخابات رأی آورد، خب وزرای خودش را از کجا باید انتخاب کنه؟ طبیعی است در درون یک حزب گروه های مختلفی مشارکت می کنه. اقتصاددان وجود داره، کارشناس امور تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش وجود داره، سیاست مداران مختلف وجود دارن، کارشناسان محیط زیست هستن، کارشناسان در امور اقتصادی حالا زیر شاخه های مختلف اون وجود دارن، کسانی هستن که نظام آموزشی کشور دانشگاه ها رو میشناسن. وقتی حزب الف قدرت گرفت، نیروهای آموزشی خودش رو، کادرهای مدیریتی خودش رو در اختیار خواهد داشت. آقای دکتر فلانی وزیر اقتصاد، آقای مهندس فلانی وزیر راه و شهرسازی، آقای فلانی وزیر آموزش و پرورش. در درون جمهوری اسلامی حزب وجود نداره. کدام یک از رؤسای جمهوری که در جمهوری اسلامی به قدرت میرسن حزب دارن؟ هیچ کدام.
نه آقای ابراهیم رئیسی از حزب آمده، نه حسن روحانی از حزب آمده، نه محمود احمدی نژاد از حزبی آمده. قدرت گرفتن اونها در نهاد گروه های خاصی است، بخشیش رو وزارت اطلاعات، بخشیش رو سپاه، بخشیش رو گروه هایی که راند های مختلف کشور رو دارن. سپاه پاسداران به آقای احمدی نژاد میگه من برای تو اینقدر رأی میسازم، سه تا وزارت خونه رو بده به من. وزارت اطلاعات میگه من این کار رو میکنم، سه تا رأی رو هم بده به من، سه تا وزارت خونه رو بده به من. شورای نگهبان به همین. و بعد شما رئیس جمهوری دارید که هرچه وعده در گذشته داده، به خاطر اینکه نه طرحی بوده، نه برنامه‌ای بوده، نه روشی بوده، گروه های دیگر وقتی میان وزیر میشن، خب در راستای منافع سازمان خودشون فعالیت میکنه. کسی که بعدی شفافیت در امور اقتصادی میده و پایگاه حزبی نداره، پایگاه مردمی نداره، بلکه رأی او حاصل ائتلاف سپاه و وزارت اطلاعات و گروه های دیگر هست، چه میکنه؟ آیا سپاه اجازه میده که شما شفافیت اقتصادی داشته باشی؟ وقتی من همه امور اقتصادی کشور حاکمه؟ نخیر. آیا وزارت اطلاعات به شما این فرصت رو میدهد که کارهای اطلاعاتی یا اون بخشهایی که مخرب به منافع ملی هست رو ملغا بکنید، فضای باز سیاسی در کشور ایجاد بکنید؟ نخیر، چون اونها شما رو به قدرت رسند، هر زمان هم بخوان شما رو از قدرت. فقط کافیست این گروه ها وزرای معرفی شده خودشون رو بگن که از دولت استعفا بدید. بعد از یک مدتی وقتی حد نصاب رسیدی که دولت فاقد مشروعیت، بنابراین احزاب نقش ویژه‌ای دارن در ساخت فرهنگ سیاسی جامعه، به دست گرفتن دولت. کار ویژه احزاب خیلی زیاد، نزدیک به 11 یا 12 مورد و کارشناسان برشمرد که پرداختن به اون نیازمند یک برنامه مفصلی است که در آینده خواهیم داشت، که اصلا احزاب چه هستن، چه کارکردی دارن و ما چه فکر میکنیم نسبت به احزاب. مسئله دیگر جهانی شدنه که من عرض کردم. این گسست و شکافهای فرهنگی در درون جامعه مسئله جهانی شدنه. اینکه حاکمان چند اندازه سعی کردن با جهانی شدن کنار بیان، با مؤلفه های جهانی شدن کنار بیان. شما از دوران قاجار وقتی ورود مؤلفه های جدید به کشور رخ داد، حاکمان قاجار کسانی بودند که در برابر بسیاری از اون مؤلفه ها مقاومت میکرد. ما سه نوع دولت یا حکومت داریم در مواجهه با مسئله جهانی شدن یا مدرنیته. یکی دولت هایی هستند که اساسا بدبینه نسبت به مدرنیته. جمهوری اسلامی یکی از اون است. مؤلفه های جهان مدرن رو نمیخواد، حالا مجبور شده بخشیش رو به اجبار بپذیره، اما از اساس در ایدئولوژی او رفاقت و وفقی میان اندیشه های او با جهان مدرن نیست، با ارزش های مدرن نیست. برای همین هر کجا سعی بکنه اون اندیشه ها و مؤلفه های مدرن رو کنار میزن، به اونها بی‌اعتنایی میکنه، به قواعد و قوانین بین الملل اعتنایی نداره. در درون این جهانی شدن هست که منافع ملی تعریف میشه، و وقتی حکومتی نسبت به جهانی شدن با مؤلفه های امروزی نگاه سلبی داره، خب خیلی از منافع ملی خودش از دست میده. شما امروز نمیتونی شفافیت نداشته باشی اما بخواید با بانک های جهانی کار بکنی، با نظام اقتصادی و پولی دنیا کار بکنی، نشدنیست. این بحث FATF دیگه از همین بحث هست، جوری که شفافیت مالی شما مشخص میکنه که آیا در اون سیستم و نظام جهانی میتونید عنصر مطلوبی باشی یا خیر. جمهوری اسلامی نمیخواد این روشن کنه، چون از قبل این سیستم ها و بانک هاست که داره به گروه های تروریستی، گروه های گنگستری، کارتل های مواد مخدر کمک میکنه. اگر بخواد شفاف سازی بکنه، وارد اون نظام بانکی جهانی بشه، خب دیگه نمیتونه دست به اون کارهای مخرب خودش بزن. امروز مفهوم حقوق بشر مسئله بسیار مهمی است، با اینکه بسیاری از کشورها حقوق بشر رو اولویت اصلی خودشون نمیدونن. طبیعیه، هر کشوری به منافع ملی خودش فکر می‌کنه، به منافع اقتصادی خودش فکر می‌کنه. گوش چشمی هم به
مسئله حقوق بشر داده. ما همون مؤلفه هم تأثیر گذاره برای فشار به کشور. وقتی شما نخواهید این مؤلفه حقوق بشر رو که به نوعی یک مؤلفه مهم در ارتباط با مسائل جهانی هست درک بکنید، خب طبیعی است مورد تحریم قرار میگیرید. عناصری از درون حکومت شما، چه رئیس قوه قضاییه باشه یا وزیر اطلاعات باشه یا رئیس پلیس باشه، مورد تحریم قرار میگیرید. از شما به عنوان مردمی شناخته میشه که ناقضان حقوق بشر، به تروریسم جهانی کمک میکنه و اعتبار شما در سطح جهانی به هم خورد. وقتی شما شفافیت ندارید در امور مالی و اقتصادی و قراردادها، کدام شرکت خارجی حاضره با شما قرارداد ببنده؟ وقتی در مورد برنامه هسته‌ای شفافیت ندارید، خب طبیعی است هیچ شرکت بزرگ و کلانی حاضر به سرمایه گذاری نیست، چون میدونه از قبل سیاست گذاری شما دیر یا زود سازمان ملل یا یک نهاد دیگری گزارشی از تخلف شما منتشر میکنه. کشورهای دیگر شما رو مورد تحریم قرار خواهند داد. خب وقتی تحریم بشید، اون شرکت اروپایی یا امریکایی با آن هزینه هایی که انجام داده متحمل ضررهای بسیاری خواهد شد. جهانی شدن یک پدیده است که دولت ملت به معنای کلاسیک اون رو عقب رونده. یه کسی نمیتونه بگه ما یک دولت ملی هستیم فقط به سرزمین خودمون نگاه میکنیم، به الزامات خودمون نگاه. نه، این در هم تنیدگی اقتصاد، مسائل محیط زیستی، مسائل حقوق بشری باعث نمیشه که شما هر کاری دلتون خواست انجام بدید، و اگر انجام بدید تاوان سنگینی خواهید داد. روزی همین مردم ایران به واسطه تبلیغات نظام جمهوری اسلامی معتقد بودن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. اما روش استیفای این حق رو بلد نبودن. فکر کردن با شعار دادن، با قلدری، با اینکه تحت حمایت دولت و شخص رئیس جمهوری که در مجمع عمومی سازمان ملل هر چی که بخواد بگه منافع ما حل میشه، به دست میاد، متوجه شدن اشتباه کرد. تحریم های کمرشکنی که امروزه اقتصاد ما رو به این وضع رسوند. آن روزی که قواعد و قوانین بین الملل رو رعایت نکردیم، از در و دیوار سفارت امریکا وارد شدیم و خمینی اشاره کرد که این انقلاب دوم است، امروز تاوان همان سیاست ها رو میده. مداخله در کشورها، دشمن تراشی در منطقه، جنگ های متعددی رو سبب شد. سیاست امری نیست که به ما مربوط نباشه، اگر در اون دخالت نکنیم، اما این سیاست به ما مربوط خواهد. پس در برابر پدیده جهانی شدن یا مدرنیسم، دولت ها به سه وجه تقسیم میشن. یکیش رو عرض کردم، مثل جمهوری اسلامی، رژیمی که در برابر مفاهیم مدرن مقاومت میکنه. دومین گروه یا دولت یا حکومت ها دولت های مردد هست. رژیم گذشته ما این گونه بود. رژیم و دولت پهلوی یک دولت مردد بود. یه بخشهایی از مدرنیسم رو دوست داشت، استفاده کرد، در بخشی موجب پیشرفت کشور شد، توسعه کشور شد، هرچند توسعه مفهوم همه جانبه است، اما در اینجا مسامحتا این رو به کار میبرم، در بخشهای اقتصادی پیشرفت حاصل شد، اما یه بخشهای دیگر رو نمیپذیرفت. آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی های سیاسی، جامعه مدنی، روزنامه ها، همین ها با قید و بند شده. این دولت ها دستخوش نابسامانی خواهند شد که ما در نظریه های انقلاب به این مسئله به شکل مفصل خواهیم پرداخت، چون مناسبت هم داره با مسائل امروز ایران. این توسعه نامتوازن برای دولت های مردد مشکلات بزرگی ایجاد میکنه. و سوم، دولت ها و حکومت هایی هستند که به دنبال ورود مفاهیم مدرن هستند، روی گشاده ای دارن.
دولت هایی که استقبال میکنه، که جوامع غربی از اونها، ژاپن از اونهاست، کره جنوبی از اونهاست. حالا نه اینکه همه مؤلف های سنتی خودشون رو رها کرده باشن، نه، سعی کرد از سنت خودشون رو در جایی که منطبق هست با مفاهیم مدرن در کنار هم نگه دارن، اما نگاه سلبی ندارن، نگاه گزینشی ندارن. سعی میکنن اون مؤلفه ها رو به شکلی که بتونه به اونها کمک بکنه در خدمت. دیگر مؤلفه ای که میتواند در فرهنگ سیاسی ما مهم باشه جامعه مدنی است، جایی که حد فاصله بین اشخاص و احزاب و دولت هست، یعنی مردمی که سعی میکنند با گرایش های مختلف سطح آگاهی جامعه رو بالا ببرند که از قبل جمع این نیروها به دولت فشار بیارن، اندیشه های جدیدی رو به جامعه بدن که دولت مجبور به واکنش بشه. حالا برخی گروه های نفوذ هستن، برخی دیگر NGO ها هستن، بخشی دیگر در جامعه مدنی فعالیت میکنه، چون احزاب گروه هایی هستن که برای کسب قدرت رقابت میکنه، اما جامعه مدنی به دنبال کسب قدرت نیست، به دنبال این است که منافع جامعه حالا در گروه های مختلف رو نمایندگی بکنه، روشن بکنه و از قبل اون و بسیج منابع انسانی سعی کنه حکومت رو تحت فشار قرار بده. اینها بسترهای سازنده فرهنگ است، از خانواده بگیرید تا جامعه مدنی و احزاب، حتی حکومت. از قبل این فرهنگ سازی ها انسان هایی ایجاد میشن که جامعه رو تشکیل دادن. حالا هر کدام از اینا مؤلفه هایی دارن. اینکه آیا فرهنگ سیاسی یک جامعه از قبل اون آموزش ها، احزاب، خانواده، رسانه سبب میشه که فرهنگ سیاسی ما عقل گرا بشود یا خیر؟ این خیلی مهم. عملگرا بشود یا منفعل بشود؟ یعنی فرض کنید ما نسبت به جامعه بیتفاوت باشیم، مدرسه به ما یاد میده بیتفاوت باش، سیاست به تو مربوط نیست، سیاست پدر مادر نداره، خانواده به تو یاد داده که در امور سیاسی دخالت نکن، نظام آموزشی به شما یاد داده که سیاست مال نخبگانه، مال گروه خاصی است، رسانه ها به شما میگن ما بهتر سیاست رو بلدیم تا شما مردم، حاکم بهتر میتونه منافع مردم و منافع ملی رو تشخیص بده. آیا همگرا هستیم یا منفردیم؟ کنش جمعی ما چگونه است؟ اهل تعاونیم، اهل مشارکتیم یا نه دوست داریم انفرادی کار بکنیم؟ فرهنگ سیاسی به ما نشان میده که ما در درون این بستر وقتی میخوایم فعالیت بکنیم نسبت به هم نوعان خودمون، نسبت به مردم حس اعتماد داریم یا خیر، نسبت به هم کیشان خودمون، هم وطنان خودمون و مردم خودمون سوء نیت داریم. در دموکراسی این خیلی مهمه، در دموکراسی ها مردم نسبت به هم حسن نیت دارن، نسبت به سیاست مداران سوء نیت دارن، برای همین سیاست مداران رو کنترل میکنن چون میدونن اونها قدرت دستشون، ثروت دستشون. اگر اونها رو به جایی برسانیم آیا میتونیم فردا اونها رو از اونجا برداریم؟ در فرهنگ های استبدادی یا فرهنگ سیاسی استبدادی حاکمان و اون دستگاه های ایدئولوژی اونها به ما یاد داده که نسبت به همدیگه بدبین باشی، ولی نسبت به حاکم خوشبین باش. اگر او هر جنایتی کرد یک حکمتی در اون ما نمیدونیم، اگر او منافع ملی رو به تاراج داد او بهتر میدونه ما نمیدونه، نیاز پرسشگری هم نیست چون حسن نیت داشته باش، به قول قائل ایمان داشته باش. فرهنگ سیاسی در جوامع دموکراتیک بر اساس یک اعتماد بین مردمه، به همین دلیلی که گروه ها و NGO های مختلف تشکیل میدن. شما اگر نسبت به همسایه، نسبت به دوست بی اعتماد باشی آیا میتونی با او در یک ساختار کار بکنی؟ برابری نشدنی است. نظام اجتماعی در ایالات متحده رو سالها قبل دو توکویل نشان داد که این دموکراسی در آمریکا حاصل خرد دموکراسی هایی است که از درون یک محله آغاز میشه تا
تا به سطح روستاها، شهرها و کلان شهرها میرسه و بعد متجلی میشه در ساختار سیاسی عظیمی به نام ایالات متحده. امروز ما چقدر نسبت به هم اعتماد داریم؟ شما در یک آپارتمان ممکنه 10 واحد مسکونی داشته باشید، یک مدیر ساختمان دارید، چه اندازه به او اعتماد میکنید؟ چه اندازه در مورد او اطلاع دارید؟ او چه اندازه سعی کرده به پرسش های شما پاسخ بده؟ چه اندازه مسائل رو با شفافیت نگاه کرده؟ به همین سادگی میتونیم آرام آرام ببینیم که فرهنگ سیاسی ما از چه مؤلفه هایی برخوردار است. که من عرض کردم، آیا عقلانیت در اون هست؟ آیا اعتماد در اون هست؟ آیا کنش جمعی وجود داره؟ آیا ما عملگرایی یا فقط حرف میزنیم؟ به دنبال سیستم هستیم یا فرد محوریم؟ اگه قرار انقلاب کنیم، آقای فلانی انقلاب کنه برای. اگه قرار ساختاری رو بسازیم، توسعه و پیشرفت بدیم، آقای فلانی باید بیاد این کار رو بکنه. در حالی که توسعه برنامه محوره، شخص محور نیست. نظام های استبدادی یاد دادن که شخص این کار رو میکنه. در فرهنگ دینی و شیعی ما هم امام زمانی باید بیاد ما رو نجات بده، وگرنه ما که حاکم بر سرنوشت خودمون نخواهیم. وقتی توسعه و پیشرفت یک کشوری شخص محور بود، خطرات آغاز میشه. از اینکه اون شخصی که امروز خوبه، آیا فردا هم کماکان خوب خواهد بود یا نه، ممکنه منحرف بشه. وقتی قدرت به او مزداد، وقتی ثروت به او چسبید، آیا حاضره دیگه با مردم حشر و نشر داشته باشه، به مردم پاسخ بده؟ وقتی ارتش و قوای نظامی رو در اختیار گرفت، آیا حاضره نسبت به مردم پاسخ خوب باشه؟ و اگر فردا روزی اون شخص فوت کرد، مرد، وقتی برنامه بر محوریت شخصه، آیا ما میتونیم به جانشین او اعتماد کنیم؟ سلیمانی امیری فوت کرد، آیا فرزند او مثل اوست؟ همان نوع سیاست ها رو پیش میگیره؟ متاسفانه فرهنگ سیاسی ما در همه زمین ها شخص محوره. برای نجات نیازمند یک شخص است، حالا یکی اسمش رو میذاره امام زمان، و اگر انقلاب باشه آقای فلانی یا خانم فلانی. برای توسعه و پیشرفت یا نیازمند چکمه ایم یا نیازمند نعلی ایم. برای پیشرفت در حوزه های اخلاق، سیاست، همش یک آقایی باید بیاید کار ما رو برسه، وگرنه ما مردم قابل نیستیم. تا زمانی که فرهنگ مدنی ما در زمینه توسعه در جنبه های مختلف، توسعه سیاسی، اقتصادی، مدنی، حقوقی، محیط زیستی، سیستم محور نباشه، برنامه محور نباشه، ما ره به جایی نخواهیم. بنابراین طبیعی است امروز بخشی از ادبار این است که متکی به اشخاص. مشکل دیگری که حکومت ها برای ما ایجاد کردن و نگذاشتن قدم از قدم برداریم، دامن زدن به شکاف هاست. هر حکومتی سعی کرده هویت خودش رو بسازه، هویتی که دوست داشته به جامعه بده که از قبل اون مشروعیت بگیره، و برای این کار هویت های دیگران رو حذف کرده. انسان داره هویت هست، هویت مفهوم عینی داره، یعنی مصادیقش عینی هست، مردم یا زنم، جنسیت من چیه، شغل من چیه، قومیت من چیه، اینا همه هویت بخش، تحصیلات من، علایق من، سلایق من چیست؟ حکومتی میآید و میگوید نه خیر، تو حق ندادی غیر مسلمان باشی، غیر شیعه باشی، وگر نمیکشی. بنابراین بخشی از اون هویت خودت باید عوض کن. حکومتی میآید و من میگوید نه خیر، این شغلی که تو داری مطلوب من نیست. در شرع انور ما خوانندگی برای زنان وجود نداره، بنابراین دست از خوانندگی بردار، پا بگذار بر روی اون علایقت، بر روی اون سلایقت. این شکاف ها شکاف های متعددی هست،
بخشی شکاف های قومی هن که امروز به شدت وجود داره در ایران، بخشی شکاف های مذهبی هن. امروز در ایران گروه هایی وجود دارن که در گذشته وجود نداشتن. امروز جامعه خدا ناباوران در ایران خیلی زیاده. بهائیان، زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان، کسانی که اهل عرفانن، وقتی قرار جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام حاکم حکومت بکنه، سعی میکنه اون هویت اسلامی شیعی خودش رو ملاک بگیره، اونها رو به عنوان اهداف و برنامه های خودش در درون جامعه اجرا بکنه. خب سلیمانی امیری یا دیگران، گروه های عرفانی، گروه های دیگر قومی و مذهبی مخالفن، خب چیکار بکنیم؟ اونها سرکوب، چون اونها مخل به اون برنامه هویت بخشی ما هست. همین دلیلی که اهل سنت در ایران در یک فشار مضاعف، بهاییان سرکوب میشه، خدا ناباوران کشته میشه، و همین مسئله در کشورهای دیگر هم هست، در عربستان سعودی و کشورهایی که حاکمان اونها تنوع و تکثر رو نمیپذیرن و یک ایدئولوژی هویت بخش یکسان دارن حاکم. گروه های مختلف سرکوب میشه، گروه های جنسیتی سرکوب میشه، طبقات مختلف سرکوب میشه، و بخش عظیمی از جامعه امروز ما زنان در درون اون ایدئولوژی یکسانساز اسلامی شیعی جمهوری اسلامی سرکوب شد. در گذشته هم احزاب و گروه های دیگه همین وضعیت داشت، تا زمانی که نتونیم این شکاف ها رو پر کنیم و هر روز به اون دامن بزنیم، طبیعی است که راهی به سمت توسعه و پیشرفت نخواهیم گذاشت. نکته دیگری که در درون این ساختار حکومتی سبب شده که ما نتونیم یک جامعه خوب بسازیم، عدم عقلانیت. عقلانیت در امر سیاسی به این معناست که شما بتوانید بهترین ابزار رو برای بهترین نتیجه و هدف به کار بگیرید. یعنی اگر قصد دارید به یک هدفی برسید، باید بهترین ابزار رو هم انتخاب بکنید. انتخاب بهترین ابزار از طریق گفتمان شکل میگیره، تضارب آرا شکل میگیره، گفتگو شکل میگیره، و این گفتگوها در سطح جامعه مدنی و احزابی، اونجاست که اندیشه های مختلف با هم برخورد میکنه. مردم متوجه میشن که برای رسیدن به توسعه، برای رسیدن به یک برنامه، کدوم یک از این ابزارها مهمه، کدوم یک از این راهها موصلیت به هدف رو برای ما داده، ما رو وصل میکنه به هدف. اینها در دموکراسی ها رو در یک جامعه آزاد بخونه، در نظامی که حاکم فقط فکر میکنه عقلانیت وجود نداره، چون او فقط عقل خودش رو، خرد خودش رو آورده. این اندیشه هم به دلیل بسته بودن فضا فرصت پیدا نکرده با اندیشه های دیگه اختلاط حاصل بکنه، برخورد بکنه، آرای دیگران رو بشنوه، نظر خودش رو بگه، دلایل رو در تقابل با هم قرار بدن، ببینیم دلایل کدومی که از اینها درسته. فلسفه مجلس برای همینه، برای اینکه تضارب آرا شکل بگیره، در مورد یک طرح یا یک لایحه سخن بره، موافقان یک طرح، موافقان یک لایحه با مخالفانش گفتگو بکنن، یه عقلانیتی در درون مجلس شکل میگیره. در نظام های دموکراتیک این عقلانیت در جامعه هم شکل میگیره، یعنی همزمان مشغول گفتگو هست. در جامعه دینی عقلانیت نیست، چون این حکم خداست، او میداند و شما نمیدانید، الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند شما نمیدانید. در نظام های استبدادی هم داستان همین، حاکم میدونه، پیشوا میدونه، رفیق استالین میدونه، اما ما نمیدونیم. او حکمت کار رو بهتر از ما میدونه، ولی فقیه میدونه، رهبر فرزانه انقلاب، ایشون بلده. اگر گفت واکسن وارد نکنیم دیگه ما تن میدیم. حالا چیکار داریم که از عدم عقلانیت آقا ده ها هزار نفر در کشور به خاطر عدم ورود واکسن فوت؟
عقلانیت یک پدیده است در درون یک نظام سیاسی مدرن که ویژگی‌های خاص خودش داره. جایی که زور هست عقلانیت نیست، جایی که شرع و دین وجود داره و حکم میکنه عقلانیت نیست. عقلانیت یک پدیده چند ذهنی است، نه یک ذهنی. اساسا دو تا ویژگی مهم در فرهنگ سیاسی مدرن وجود داره، یکیش علم و عقله، دومیش مسائل مربوط به اصالت فرد، آزادی، دموکراسی و این هاست که اونها هم از نتایج همین عقلانیت هم. مؤلفه دیگری که اهمیت داره در مورد عدم رشد ما و رسیدن به جامعه پیشرو، مسئله توسعه است. توسعه یک مسئله بسیار مهم و همه جانبه است و اساسا نمیشه شما معتقد باشید ما در اقتصاد میخوایم توسعه پیدا بکنیم، اما در زمینه های اجتماعی، مدنی و سیاسی دیگه نیاز به توسعه نداریم. همون اقتصاد خوبه، یه لقمه نون داشته باشیم و بخوریم، همه چیز حل. در حالی که توسعه اساسا مفهوم همه جانبه است، نیازمند نظم، نیازمند طرح، نیازمند برنامه ریزی است و اساسا توسعه زمانی حاصل میشه که حاکم، اندیشمندان و نخبگان و مردم در یک راستا با هم کار بکنه. توسعه این نیست که حاکم یه چیزی بخواد ولی مردم با اون مخالف باشن. در اون سیستم توسعه ایجاد نخواهد شد، یا مردم چیزی بخوان اما نخبگان اون رو تبیین نکرده باشن، اون رو تئوریزه نکرده باشن، این هم دچار مشکل خواهیم شد. بنابراین ساختار حکومت ها موانعی ایجاد کرده برای ما که نتوانیم قدم از قدم برداریم و امروز هم در همان چایی هستیم که صده ها قبل بودیم. به ظاهر انسان مدرنی شدیم، تکنولوژی در خدمت ماست، اما فرهنگ سیاسی ما هنوز استبدادی است، هنوز به تقدیرگرایی باور داریم، هنوز به فردگرایی باور داریم، هنوز به دنبال این هستیم که چگونه میشه قوانین رو دور زد، چطور میشه در برابر دیگران پرونده سازی کرد. اینا مشکلات عدیده است. در بازشناسی باورها هدف ما این است که بتوانیم یکی یک این مؤلفه ها رو به شکل دقیق تری آسیب شناسی بکنیم که در آینده دچار مشکل نشیم، بتونیم یک ایرانی داشته باشیم منعطف با پذیرش تکثر و تنوع که بتونیم قدم از قدم برداریم. ممنونم از تلویزیون پارس، جناب شهرتی عزیز، تا برنامه دیگر، بدرود. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، از جمله